اینجا جمنازیوم ورزشی فوتسال در بامیان است. جوانان بامیانی که با هیجان فراوان بر روی میدان 40 متری به رقابت می پردازند. به گفته مسئولان این ورزش در بامیان، شور و شوق جوانان به این ورزش روز به روز بیشتر می شود. علاقمندی جوانان به ورزش مخصوصا فوتبال و با ویژه فوتسال در ولایت بامیان روز به روز در حال افزایش است و ما کوشش میکنیم که آنچه که در توان ما است در خدمت ورزشکارا در مجموع و مخصوصا فوتسال قرار داشته باشیم. رضا حسنی و مصطفی صمیمی چندین سال است به ورزش فوتسال رو آوردند. آنان میگویند جوانان افغانستانی استعدادهای فراوان دارند که اگر به درستی حمایت شوند مدال آور و افتخار آفرین خواهند شد. ما اگر حمایت شوند فوتسال در افغانستان در کل اگر بگیریم ما میتونیم رقابت های بسیار خوب کنیم. مثلا تیم ملی فوتسال افغانستان خدا شما شاهدن بودن که بسیار خوب درخشیدن. فوتسال که است خوبی دیگه داره برای ما درس میده که کار تیمی است. ما اگر تیمی همدست حرکت بکنیم به یک هدف خاصی که میخوایم میرسیم. با این حال به گفته پیشکسوتان فوتسال در بامیان این ورزش آری از وجود چالش نبوده است. مشکلاتی که فراروی ورزش فوتسال در ولایت بامیان هست فقر اقتصادی است که اکثر فوتسالرهای ما نیازهای اقتصادی خود را برآورده نمیدانند و نمیتونن برای خود وسایل ورزش بخرن. پس در این لحاظ زیادتر مردمی که فوتسال بلده، ورزشکارای ما که واقعا فوتسال بلده هنرنمایی میکنن، اکثرشون از میادین فوتسال دور هستن به خاطر که اقتصاد ندارن کفش بخرن، لباس بخرن و کسی اینا رو حمایت نمیکنن. رونق این ورزش در بامیان در حالی است که افتخار آفرینی ملی پوشان فوتسال کشور در مسابقات بین المللی باعث دلگرمی فراوانی برای هواداران این ورزش در افغانستان شده است.